نگاهی به چند خبر کوتاه. نسخه از قرآن منسوب به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نمایشگاه هنر اسلامی شهر لاهور پاکستان به نمایش گذاشته شد. در این نمایشگاه که در مرکز هنری الحمرا برگزار شد، آثاری از هنرمندان پاکستان، ترکیه، عربستان و ایران در معرض دید عموم قرار گرفت و تاریخ 1400 ساله علوم و هنرهای اسلامی از طریق سمینارها، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، غرفه‌های کتاب و سایر فعالیت‌ها بررسی شد. رئیس یک انجمن اسلامی در آلمان اعلام کرد که سنگ قبرهای یک آرامستان مسلمانان در شمال آلمان تخریب شده است. رجب بیلگون رهبر انجمن شورا گفت: ما تصاویری دریافت کرده ایم که نشان می دهد برخی از سنگ قبرهای مسلمانان در گورستان اشتوکن شهر هانوفر در شمال ایالت نیدرزاکسن تخریب شده است. تیم فوتبال بلکمن راورز در انگلیس به دلیل احترام به حقوق مسلمانان برنده جایزه احسان برای تعالی در تنوع و شمول شد. این باشگاه در سالهای اخیر ابتکارات جدید را در استادیوم رسمی بلکمن راورز ارائه کرده، مانند ارائه غذای حلال و نوشیدنی‌های بدون الکل و همچنین اجازه اقامه نماز عید قربان در زمین فوتبال این باشگاه شد. بخش مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که یک سنی تندروی داعشی به نام ابو عیسی که مسئول بمب‌گذاری‌های داعش در ولایت علمبار بود، امروز پنجشنبه به هلاکت رسید. به نوشته وبگاه المعلومه، تیمی از بخش مبارزه با تروریست در یک کمین موفق توانستند این فرد را با نام کامل حسین محمد جاسم العیساوی را در حومه شهر الرمادی به محاصره خود درآوردند. او پس از اینکه عرصه را بر خود تنگ دید، اقدام به انتحار و انفجار خود کرد، اما آسیبی به نیروهای امنیتی نرسید.